سلام، به ژرفنا شبکه تلویزیونی نور خوش آمدید. در این برنامه آقای جنرال محمد ظاهر اغبر عالی ترین مقام ورزشی کشور را به خود داریم، اما در ابتدا خلاصه ای از زندگی نامه ایشان که با هم میبینیم. محمد ظاهر اغبر در سال 1963 میلادی در یک خانواده نظامی در ولایت ننگرهار زاده شد، اما زادگاه پدری وی ولسوالی رخه ولایت پنجشیر میباشد. آقای اغبر دروس را در مکتب ملکی تا صنف نهم ادامه داد و پس از آن وارد مکتب نظامی گردید. وی پس از اتمام دروس مکتب نظامی به دانشگاه نظامی کابل را یافت و در سال 1361 خورشیدی از این دانشگاه سند کارشناسی خود را به دست آورد. و دنبال آن آقای اغبر وارد صفوف مقدس جهاد گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور، آقای اغبر همزمان با آنکه به عنوان استاد در دانشگاه نظامی کابل مشغول تدریس شد، وظایف متعدد دیگری را نیز بر عهده گرفت. دگر جنرال محمد ظاهر اغبر در سمت‌های معاونت محافظت ریاست جمهوری، رئیس و فرمانده عمومی محافظت امنیت دولتی، فرمانده امنیه کابل، رئیس آموزش و پرورش وزارت دفاع ملی، رئیس امنیت نظامی قوای مسلح افغانستان، معاون وزیر دفاع ملی، رئیس عمومی پلیس ملی امنی افغانستان، رئیس عمومی مبارزه بر ضد مواد مخدر و نیز در سمت مشاور ارشد وزیر داخله کار کرده است. وی از سال 1388 خورشیدی تا اکنون به حیث دبیر کل کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان مصروف کار است. آقای اغبر به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی تسلط کامل دارد. دوباره به ژرف خوش آمدید. جناب جنرال، بسیار تشکر میکنم از فرصت مناسبی که در اختیار من گذاشتین. من به عنوان نخستین سوال میخوام بفهمم که شما رئیس کمیته ملی المپیک هستین یا رئیس کمیته ورزشی افغانستان؟ تربیت بدنی. آنچه که بهش کمیته تربیت بدنی میگن، ریاست تربیت بدنی. تشکر میکنم جناب سروری و شما و هست تمام مسئولین تلویزیون شما. خوشحال هستم که امروز از نزدیک به اداره ورزش افغانستان حضور آوردین و جویای حال و احوال اداره ورزش افغانستان شده. سلامت باشید. دو نهادی که در اداره ورزش افغانستان فعلا فعالیت میکنه، نهاد اولش اداره عمومی تربیت بدنی هست که در چارچوب تشکیلات دولت اسلامی افغانستان فعالیت داره. نهاد دومی ازی به نام المپیک است که در افغانستان همگی المپیک میگه. این نهاد یک نهاد غیر انتفاعی هست که ارتباط میگیره به سازمان های بین المللی دنیا، ولی هر کشور از خود المپیک خود را داره. خوشبختانه که در افغانستان هم به همکاری مستقیم دولت اسلامی افغانستان و حمایت مردم افغانستان و روابط تنگاتنگی را که تانستیم در ظرف دو نیم سال با سازمان‌های بین‌المللی ایجاد بکنیم، برای اولین بار است که کمیته ملی المپیک افغانستان انتخابی شد و انتخابات صورت گرفت. و شما عنوان رئیس؟ ما به عنوان رئیس انتخابی المپیک افغانستان رای به دست آوردم و فعلا اجرای وظیفه می‌دارم. صرفا به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک؟ اداره تربیت بدنی خوب به جای خود باقی هست. یعنی همزمان در هر دو وظایف. خیلی خوب. این انتخاباتی که شما بهش اشاره کردین، کی انتخاب میکرد؟ یعنی رأی را کی میداد؟ شما خوب میفهمین که سه نوع فدریشن ها وجود داره در هر سازمان ورزشی دنیا. یکی فدریشن های ملی هست که در افغانستان میتونیم که بر شما ساده تر بگویم فدریشن بسکشی، بعضی بازی های ملی دیگه ما که وجود داره. بعضی بازی های جهانی هست که شامل المپیا نیستن، مثل کانفو، مثل جیجیسو، مثل فولکانتک، کاراته و این بازی هاست. بعضی بازی ها بازی های المپیکی هست که در انتخابات مسلماً فدریشن های المپیکی حق رای دارن که اونا رای دادن و ما انتخاب شدیم. خیلی خوب. آل وظایف کمیته ملی المپیک با وظایف کمیته سپورت و تربیت بدنی چه فرق تفاوت دارن؟ من فکر میکنم که در کشورهای مانند افغانستان کمیته المپیک به تنهایی نمیتونه که فعالیت بکنه. در کشورهایی که کمیته ملی المپیکش و فدریشن های المپیکیش
فعالیت میکنه، چشمای حیداتی او فدریشن ها و المپیک ها فعال است. اونا میتونن خودشان خودکفا باشن. وقتی که اداره غیر انتفاعی میگیم خودشان خودکفا هستن. بناهن تا وقتی که المپیک افغانستان خودکفا نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم که اینا را از هم جدا بسازیم. ولی در استراتژی کار 5 ساله اداره ورزش افغانستان ایره ما در اولویت قرار دادیم که هم قریب اداره تربیت بدنی را از المپیک افغانستان جدا میسازیم. خیلی خوب. رؤسای کمیته ها چگونه انتخاب میشن جناب جنرال؟ انتخابات در قدم اول فدریشن ها نماینده خود از طریق ولایات انتخاب میکنه که کلاب ها در اونجا حق رای دادن نداره. بعد از ولایات هر فدریشنی که میخواد رای بگیره به مرکز دعوت میشن تحت نظر کمیسیونی که در اینجا ترتیب شده. کمیسیون مداخله نداره، یه حق کلاب ها و نماینده هاست، مسئول خود تعیین میکنه. اما گفته میشه در انتخاب رؤسای فدراسیون ها اعمال نفوذ صورت میگیره از طرف مقام ها. خوب است، اونجا کجا بود؟ اگه آدرس خودت پیدا کنی ما هم خوش میشیم. شما تایید نمیکنین ما؟ کاملا نه، کاملا نه. چرا بعضی افراد میان اینجوری یک دعوای را مطرح میکنن؟ از دیدگاه شما چی است؟ افرادی که تابال دعوا کرده و افراد یک دو سه نفر است که تنها به تلویزیون شما میآیه. دیگه در هیچ تلویزیونی من تابال هادرس ندارم که چرا در همه رسانه ها ندیدید؟ در هیچ رسانه من هادرس ندارم که راجع به ورزش افغانستان نکات منفی را تابال مطرح ساخته باشن. دو سه موردی که در رسانه شما مطرح شده، یکی از اون موارد کسانی هستن که اونا نباید در ورزش افغانستان یک ورزش ناحق رایج بسازن که ما ورزش هایی که جایگاه ورزشی در اداره ورزش افغانستان نداره ما ورا اجازه نمیدیم. و هم قریب شما شاید خواد باشین که ما یک تعداد فدریشن ها را لغو بسازیم کی در صلاحیت اداره تربیت بدنی افغانستان است. کدام فدراسیون ما تلاش میکنیم که فدریشن هایی را در اینجا رشد بدیم که اونا جایگاه بین المللی دارن، جایگاه جهانی دارن تا بتانن نام افغانستان در میادین بین المللی در یک استیج بالا قرار بدن. انشالله که موفق باشین. کدام فدراسیون ها شما اجازه بدین؟ فدریشن هایی که تابال جایگاه بین المللی ندارن، فدریشن هایی که نمیتونن نام افغانستان مطرح بسازن، فدریشن هایی که تابال سازمانشون معلوم نیست به نام آمدن، به اونا اجازه فعالیت بعد از این نمیده. هر روزی که در لغو از فدریشن ها اقدام کرده مدمن شما آگاهی پیدا میکنه. خیلی خوب. اما انتقادهایی هم وجود داره که در ورزش افغانستان به گونه چند دستگی وجود داره. در این مورد دیدگاه شما چیه؟ دستا در کجاست که ما اگر من مثال بتونم گفته میشه که اتحادیه ورزشکاران افغانستان آقای دشتی در رأسش قرار داره اصلا با شما رابطه ای ندارن، اونا خودشون با مجامع ورزشی جهانی حتی رابطه دارن مستقیم بگونه ای که نیو طور نیست که شما میگین. ماده 52 قانون اساسی افغانستان حکم میکنه که ورزش افغانستان یک اداره داره. اتحادیه ها حق مسلمشان است فعالیت بکنن تحت نظر اداره ورزش افغانستان. آقای دشتی با ما رابطه داره، دیگه اتحادیه‌ها با ما رابطه داره. و اتحادیه‌هایی که تابال ثبت راجستر اداره ورزش افغانستان نشدن، این حق و صلاحیت اداره ورزش افغانستان است که اونا را لغو ساخته میتونه. اگر مطابق با اصول اما تابال شما اقدام نکرد. کاملا اونا مطابق با اصول کار میکنن، هیچ نوع تخلفی ندارن. چرا ما اونا را لغو بکنیم؟ خب اگر اجازه فعالیت به همه ایشان میدیم. مشکل اساسی در ورزش افغانستانی بوده که تا به حال با تاسف که یک اصول وضع نشده بوده، یک قانونی وجود نداشته که در روشنایی قانون چطور میتونه کلاب ها فعالیت بکنه، چطور میتونه اتحادیه ها فعالیت بکنه، چطور میتونه انجمن ها فعالیت بکنه. هر چقدر فعالیت انجمن ها و اتحادیه ها و کلاب ها بیشتر شده فکر میکنم که موفقیت ورزش افغانستان بیشتر میشه. اما خود ورزشکارای شما جناب جنرال صاحب به گونه شکایت دارن که به یک ورزش خاص در افغانستان توجه بیشتر میشه، حتی از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزیر مالیه تا کی توجه بیشتر بهش میکنن ولی به سایر ورزش ها اونقدر توجه نمیشه، مشخصا از کرکت نام گرفته میشه. ما میخوایم پیش از اینکه بریم به این سوال ایره شما پاسخ بدین که دلیل ساختن کرکت بورد چی بوده؟ چرا باید چیزی به نام کرکت بورد ساخته شد؟ وقتی که کرکت بورد ایجاد شد دم روزا ما جدیدن کاره آغاز کرده بودم. فرمان رئیس جمهور به عنوان یک اداره هلایده نیست. ما خوشحال هستم که در رأس از او جناب آقای زاخیلوال قرار داره، به خاطر اینکه ما را هم کاری میتونه هم کمک میتونه. کمک از اونها سبب شده که
کرکت یک جایگاه خوبی را پیدا کنه. اینا ما میخوایم سوال ما بازم خدمت تان سوال میخوایم بکنم. در حالی که شما وجود داشته باشید شما اجازه برمان... باشید چرا آقای داخلوال وزیر مالیات در رأس قرار داشته باشید؟ تنها آقای داخلوال نیست، از ما رئیس گالف ما اما در رأس شما اجازه بدیم رئیس گالف ما معین وزارت مالیه هست، رئیس فوتبال ما والی صاحب پنجشیر است، رئیس به کوره شما معاون صاحب وزیر دفاع است، اکثریت شخصیت های عالی قدر دولتی در رأس فدریشن ها قرار داره. ما از این استقبال میکنیم وقتی که در رأس یک فدریشن و این موثر هم است معاون وزیر دفاع افغانستان باشه، معلوم است که جایگاه ورزش در کجا هست. وقتی که در رأس وزارت